سلام، یه پروژه میخوایم انجام بدیم. میخوام در طول یک سال، دو سال، پنج سال آینده یه بازی کامل رو از اول تا آخر بنویسم با سی پلاس پلاس و همه فرایند نوشتن این بازی رو به صورت ویدیو کپچر کنم، روی کدام توضیح بدم و ویدیوهاش رو در دسترس عموم بذارم. این قسمت، این ویدیو که کوتاه خواهد بود، فقط معرفی پروژه است. کمی خودم معرفی میکنم و کمی پلن رو که چیکار میتونیم بکنیم. اسم پروژه هست فعلا با Work in Progress، نیمش هست Black Knot. تجربه نداره. هدف من اینه که یه بازی 2D ساید اسکرولر اکشن پلتفرمر با یه سری تویست بسازم. بازی احتمالاً بازی خیلی پیچیده‌ای نخواهد بود، ولی بازی ساده و تریویالی هم نیست و میخوام که همه یه کدش رو به جز یه بخشی که دارم روش توضیح میدم بنویسم که هم خودم یاد بگیرم، هم شاید به درد بعضی از شما بخوره اگر کسی داره این ویدیو رو نگاه میکنه. دوستم آیدین از اوقاترم اینجاست، تجربهش تو بازی سازی از من بیشتره، قول داده که تو این پروژه به من کمک کنه. ولی آیدین بیا تو خواب. به هر حال این از پروژه. زبان طبیعتا برنامه‌نویسی من سی پلاس پلاس خواهد بود. واقعیت اینه که هیچ زبان دیگه ای رو بلد نیستم من، اجازه چند تایی، ولی از هیچ کدوم خوشم نمیاد که بخوام باشون بازی بنویسم. به جای این استفاده از یه انجین آماده یا یه کار های لول، ترجیح میدم که یه ذره کار لو لول تر انجام بدیم، یه ذره با جزئیات بیشتر آشنا بشیم، به خاطر اینکه برای کار کردن با انجین هایی مثل یونیتی، مثل داریل انجین، مثل کرای انجین، مثل کوکوس 2D اکس، مثل کرونا، مثل 500 میلیون تا انجین دیگه که الان ظاهرن همشون هم فریان، برای کار کردن با اونا ویدیو توتوریال مطلب خیلی زیاده، ولی شاید برای بازی نوشتن از اول مطلب کم باشه. ضمن اینکه یکی ای من میخوام خودم یاد بگیرم، هدف اصلی واقعا اینه. برای همین این ویدیویی که داریم ضبط میکنیم کاملا تصادفیه. من شاید باید خودم زودتر معرفی کنم، یاسر ژیان هستم. یک متاسفانه خوشبختانه حدود 20 سالی هستش که برنامه نویسی میکنم. تو این 20 سال شاید 10 سال برنامه نویسی مفید داشتم. تقریبا 7 ساله که یا 8 ساله که بازی میسازم، به صورت به عنوان شغل بازی میسازم. تمام این مدت هم توی شرکت فنافزار شریف کار کردم یا ددمیج، که شاید با بازیامون آشنا باشید. بازی اولمون گرشاسپ گرز سریت بود، گرشاسپ ماستر سلیر روی استیم میتونید بخرید لطفا بازی ما رو. Temple of the Dragon اکسپنشن گرشاسپ بود. بازی بعدیمون Shadow Blade بود روی Shadow Blade خالی، Shadow Blade Reload، Shadow Blade بود روی iOS و بعدش هم اندروید. و این Shadow Blade Reload همین الان روی استیم در دسترس هست، ولی صورت Early Access که حالا توی چند ماه آینده احتمالا ریلیس میشه. بازی دیگه که در حال ساخت داریم تو استودیو اسمش هست Children of Morta و یه بازی دیگه هم باز در حال ساخت داریم برای به طور خاص تبلت های های اند به اسم Epic of Kings که خب ویدیوش اینجا لود نشده که طبیعتا میتونید حدس بزنید چیه. من خودم رو
صاحب نظر در زمینه بازی سازی یا برنامه‌نویسی یا هیچی نمیدونم، ولی فکر میکنم که 4 تا نکته بالاخره دارم که شاید به درد یکی توی گوشه ای از دنیا که نمیتونم گوشه ای از دنیایی که فارسی صحبت میکنن بخوره. در طول این پروژه قاعدتا با هم در ارتباط خواهیم بود. اگر کسی داره این پروژه رو میبینه، اگر این ویدیو رو میبینه، میتونید با استفاده از این آدرس ایمیل blacknot@gmx.com با من تماس بگیرید. دقت کنید که blacknot یه دونه کی داره و ناتش شکلی که میبینید. بعد از اینکه یه ذره این پروژه رو به غلطک بیفته، به روال بیفته، شاید وبسایتی، بلاگی، چیزی هم درست کنم. فعلا همچین چیزی وجود نداره. این پروژه رو، این کار رو داریم توی انستیتو ملی بازی سازی انجام میدیم که الان هم ساختمونه. خیلی بده که و خب طبیعتاً همکارای من توی شرکت فنافزارم، امیرحسین فصیحی، مطمئنم که توی این پروژه کمک من خواهد کرد. و خب آیدین زوبجیم هم که گفتم چون من بازی سازی بلد نیستم، آیدین برای در این زمین کمک هم کنه. نظر برای من نیستم فقط بلد. خب این از مقدمات. بازم توضیح میدم که بازی ساید اسکرولر 2D، احتمالاً فست پیست اکشن، کامپوننت پلتفرمینگ جدی احتمالاً داره، ولی تاکیدمون روی پلتفرمینگ پازل و این چیزا نخواهد بود. هنوز دیزاین بازی طبیعتاً خیلی مشخص نیست. بیشتر میخوام ببینم که سرعت پیشرفتمون چجوری خواهد بود. تاکید شخص من روی کد و برای دیزاین دوستان دیگه مثل آیدین که گفتم و تاها رسولی و حسین حسینیان کمک من خواهند کرد. در نهایت انتظار ندارم که بازی بشه که دنیا رو تکون بده یا رکورد، اصلا این چیزها رو انتظار ندارم. فقط دوست دارم که بازی بشه که پیش پا افتاده نباشه و قابل عرضه باشه. یه ویدیو رو من یه لحظه پاس کردم. خب دلیل اینکه بازی 2D دارم میسازم اینه که barrier to entry به ساخته بازی 3D یه ذره بالاست و کد نوشتنش از اول تا آخر ممکنه تو جلسه های یک ساعته دو ساعته خیلی زیاد طول بکشه، شاید سالهای بیشتر از یک ساعت طول بکشه. به خاطر همین تصمیم گرفتم بازی 2D بسازم. اصول بازی سازی، اصول مدیریت دیتا توی بازی، فلو بازی، پیاده سازی ایده های گیم پلی و گیم دیزاین، اگر فیزیکی کالی همین چیز داشته باشیم، به هر حال تو بازی 2D هم باید پیاده بشه. درسته که جزئیات یه ذره فرق میکنه، ولی خواهید دید که در بازی پیش با افتاده نخواهد. در مورد C++ و استفاده من از C++ باید توضیح بدم که C++ رو طبیعتاً C++ زبان بزرگ و پیچیده یه، شاید عده زیادی باش آشنا نباشن. شاید 10 سال پیش همه یا کسایی که می‌خواستن بازی سازی کنن، یا حتی 5 6 سال پیش همه کسایی که می‌خواستن بازی بسازن C++ بلد بودن، یا به طور خاص با C++ بازی می‌ساختن. ولی الان فضا کم عوض شده، یه ذره انتخاب بیشتره. ولی استفاده من از C++ دو تا دلیل داره. یکی این که کنترل زیاد به من میده، فیچرهای زیادی داره، من اجازه میده واقعا اون کاری که میخوام بکنم. هیچ وقت با سی شارپ من اونقدر راحت نبودم که با C++ راحتم. حالا به هر حال تجربه با C++ هم بیشتره و اون دایلکتی از C++ که من استفاده میکنم، حالا سابستی از C++ که من استفاده میکنم، سی نیست، سی بیت کلاسز نیست، تمپلیت و اینا رو من استفاده میکنم از فیچرهای C++ 11 و C++ 14، C++ 11 و C++ 14 هم هر جا لازم باشه استفاده میکنم. اگر وسط این پروژه C++ 17 هم بیاد بیرون استاندارد شد، دقیق درفت داشت و کامپایلر هم بیچارش رو بیاده کنم، اون رو هم استفاده خواهم کرد هر جا که لازم باشه.
بدون دلیل از سی پلاس پلاس استفاده نخواهم کرد. فقط یه نکته ای که باید در نظر بگیرید اینه که من سعی میکنم که بازی سازی یاد بدم اینجا، نه لزوما سی پلاس پلاس. به خاطر همین با بازی کم کم آشنا میشیم و از ساده شروع میکنیم تا به مشکل برسیم. برای همین دیگه اون اکسیس دیگه، اون محور دیگه که سی پلاس پلاس باشه، من نمیتونم اون رو هم از ساده شروع کنم و به سمت مشکل برم کاملا. اکیدا سودی نخواهد بود سی پلاس پلاسی که با شوبر میشیم. به خاطر همین یه سری بحث پیشرفته سی پلاس پلاس ممکنه اولای کار ببینیم یا وسط های کار یا آخر کار، هرچی با هر ترتیب ممکنه اتفاق بیفته. من سعی میکنم که کانسپت های سی پلاس پلاس رو هم معرفی کنم. کانسپت های برنامه نویسی رو معرفی نخواهم کرد، در مورد لوپ صحبت نمی کنم، ولی یا در مورد ابستراکشن، مکانیزم های پیش افتاده ابستراکشن، ولی در مورد به طور خاص سی پلاس پلاس صحبت خواهم کرد، در مخصوصا در مورد اون فیچرهایی که یه ذره شاید کمتر باشه آشنا باشیم یا محل مناقشه باشه. به هر حال سی پلاس پلاس مدرن خیلی جا افتاده نیست بین ما برنامه‌نویسا، و در هیچ کدوم از این زمینه‌ای که من در موردش صحبت خواهم کرد منو صاحب نظر نباید کسی بدونه. خودم صاحب نظر نمی‌دونم، یه حرفایی می‌زنم، ولی وظیفه اون کسی که احتمالاً اگر اون برین دوربین باشه و داره این ویدیو رو نگاه میکنه است که بره صحت حرفای منو بررسی کنه، ایده هایی که من در مطرح میکنم رو بسنجه و ببینه که کدوم بهتر. فعلا پلن اینه که هفته ای یکی دو تا ویدیو که زمانشون بین یک تا دو ساعت خواهد بود ریلیس کنم. حالا به دلایل خیلی مختلفی ممکنه این پلان سرعت خیلی کمتری پیدا کنه یا به احتمال خیلی کم سرعت بیشتری پیدا کنه. با توجه به سرعت پیشرفتی که خواهم داشت بعد از مثلا دو سه ماه، اسکوپ بازی رو ممکنه عوض کنیم، حتی موضوع بازی رو عوض کنیم. به هر حال من حدس می‌زنم که دو سه ماه اول کدی که می‌نویسیم بیشتر کد اسکافولدینگ و کد ساپورت باشه و به هر بازی اپلای بشه، به هر بازی 2D سایز اسکرولری اپلای بشه. کامپایلری که من استفاده میکنم یا دیولپمنت انوایرمنت که استفاده میکنم ویژوال استودیو 2015 سی تی پی 6 کامیونیتی تکنولوژی پریویو که فعلا میتونید امروز که 17 مارچ 2015 باشه یا فکر کنم 26 اسفند امروز 26 اسفند 26 اسفند 93 میتونید از سایت مایکروسافت فیلی دانلودش کنید. ولی بعد از اینکه خود ویژوال استودیو، هنوز ویژوال استودیو 2015 ورژن نهاییش عرضه نشده، بعد از اینکه عرضه بشه احتمالاً طبق روال ورژن قبلی ویژوال استودیو که 2013 بود، مایکروسافت یه ورژن کامیونیتی ادیشن هم ریلیز خواهد کرد که امیدواریم به این کار بکنه که مجانی خواهد بود و همون میتونیم از اون استفاده کنیم. دلیل اینکه ویژوال استودیو 15 رو من انتخاب کردم و استفاده میکنم اینه که خب انوایرمنتش ویژوال استودیو رو به این دلیل استفاده میکنم که تجربه من باشه اصلا باش راحت تر از همه ID یا دیگه هستم و من آدمی نیستم که برم توی ایمکس یا فیلم کد بنویسم یا جی بی آی کد بنویسم. اونجوری من آیدی ما دوست دارم در واقع آیدی دوست دارم برای دیولپمنت و به طور خاص ورژن 2015 رو استفاده می کنم به خاطر اینکه کامپایلرش اون فیچرهایی که من لازم دارم سی پلاس پلاس رو داره. هنوز یه سری فیچرهای سی پلاس پلاس 11 رو هم حتی مایکروسافت درست پیاده نکرده، ولی به هر حال یه سری از یونیفرم اینیشیالایزیشن ها فکر کنم کانست اکسپرش هنوز کامل نیست، یه سری فیچر رو نداره. به هر حال سی پلاس پلاس 4 دارم، مطمئن نیستم که مثلا جنریک لاندار رو داره یا نه. به هر حال این بیشترین فیچرهایی که ما لازم داریم رو داره. اگر میخواین از GCC یا کلنگ استفاده کنید، GCC 4.9 استفاده کنید، 4.9 به بعد و کلنگ هم فکر میکنم از 3.3 همه این فیچرهایی که من استفاده میکنم رو ساپورت میکنه کلنگ، ولی خب 3.4 یا 3.5 شاید مطمئن تر باشه. قاعدتاً کدی که ما می‌نویسیم پورتبله، ولی من اولای کار حداقل شاید یعنی دائم من پورتبیلیتی کدمو چک نمی‌کنم. به هر حال ممکنه بابای پورتبیلیتی داشته باشه، ممکنه مشکل کامپایل رو پلتفرم دیگه داشته باشه، ولی مشکل اساسی نخواهند. سعی می‌کنم که هر چند وقت دفعه
یه کامپایلر رو حداقل با GCC هم بگیرم که یه مقدار مشکل پورتبیلیتی رو برطرف کنم. تو پلن من هستش که این بازی حداقل به لینکس و مک OS 10 هم پورت بشه، پورتبل باشه، یعنی اوت اف دی باکس شما هم بیلد بشه و اجرا بشه. حالا تا ببینیم که چی میشه، ولی دیولپمنت انوایرمنت من ویندوز خواهد بود. یه لایبرری که من استفاده خواهم کرد و از فکر کنم که انتخاب مناسبی باشه SDL Simple Direct Media Layer، یه پلتفرم ابستراکشن لایبرری به طور خاص برای گیم دیولپمنت و برنامه‌های حالا مالتی میدیا احتمالاً دیزاین شده. STL 2 و STL 2 استفاده خواهیم کرد که یه شاید نزدیک یک سالی هست، شاید چند ماهی هستش که استیبل و فاینال شده. STL چیزی که در اختیار من میذاره یه فریم بافر که روش بیلد کنم، به هم امکان ایونت پروسسینگ میده ابستراکت شده و مستقل از پلتفرم به من ایونت های ویندوینگ سیستم و کیبورد و موس و گیم پد این چیزها رو میده، ساوند بیسیک به من میده و یه سری امکانات دیگه، کلیک بورد از این چیزا، امکاناتی که امکانات خیلی بیسیکی که فقط ابستراکشن پلتفرم لختر من میذاره و من ترجیح میدم به جای اینکه با وین سی او ای پی آی سر کله بزنم یا با کوکو یا با X11 و ویلند و این چیزا با STL صحبت کنم و مشکلات من این حل کنم با پلتفرم. فکر میکنم که اکسپریانس بهتری هم باشه به هر حال، چون جزئیات پلتفرم میاد و میره و برای ما خیلی واقعا مهم است. STL هم مدل به قشنگتری داره برای کار کردن، هم خب به هر حال ساده تره، هم هم پورتبل که این هم خیلی مهم. STL به چند تا پلتفرم موبایل هم پورتبل هست، به اندروید و iOS هم هست، حداقل iOSش که نه هر همش آفیشال، هم iOS هم اندروید آفیشال. در این لیب STL در ویدیوهای بعدی، جلسه های و سشن های بعدی در مورد اینکه STL رو چجوری بیلد کنیم، انوایرمنتمون رو ستاپ کنیم، اولی پروژه‌مون رو بنویسیم صحبت می‌کنم. امروز فکر می‌کنم دو تا کار باقی مونده، یکی اینکه یه برنامه ساده بنویسم که فقط ویژوال استودیو رو تست کنیم و اینکه پروژه گیت هابمون هم ستاپ کنیم. فکر کنم نگفتم ولی خب طبیعتاً تمام کد اوپن خواهد بود و اوپن سورس خواهد بود و لایسنسش زیلیب یا MIT یا یه چیز توی مایه خواهد بود، درمانش تصمیم بگیرم بعدا، باید با بقیه همکارم و کسی دیگه که توی پروژه نقشارم مشورت کنم. در مورد آرتورک پروژه حالا باید بعدا تصمیم بگیریم. من فکر کنم که یه تعداد زیادی پروژه که خودمون انجام دادیم آرتورکاش هست، میتونیم از اونه بمونه حالا پلیس هولدر یا حتی نهایی استفاده کنیم و شاید من بتونم چند نفری رو با بقا و کلک راضی کنم که برای آرتورک تولید کنم. خب بریم سراغ ویژوال استودیو. همونطور گفتم ویژوال استودیو 2015 ورژنش ویژوال استودیو 14 حساب میشه که فکر میکنم ویژوال استودیو 13 اصلا نداشتیم، ورژن 13 و این CTP 6ش هست، ولی قاعدتا نباید ورژن دیگه، اگه پریویوش رو دارید، اگه CTP بعدی بیاد قاعدتا نباید خیلی فرق بکنه، ولی من سعی میکنم که رو آخرین ورژن ویژوال استودیو ببینم همیشه، اگر روزی که فاینالش نهاییش ریلیز بشه من حتما از اون استفاده خواهم کرد. در مورد نصب ویژوال استودیو من همه فیچرهای آپشنالش رو دیسیبل کردم، فکر میکنم فقط MFC رو نصب کردم، مایکروسافت فاندیشن کلاسز فور C++، فقط MFC رو نصب کردم که اون رو هم نمیدونم چرا، چون به درد من نمیخوره، از چند سال پیشه که من آخرین بار از MFC استفاده کردم. خب این محیط ویژوال استودیو من یه نیم ساعت 45 دقیقه چند روز پیش وقت صرف کردم که همه فیچرهای اضافیش رو دیسیبل کنم، اتوماتیک فرمتینگ و این چیزاشو دیسیبل کنم. فعلا میخوام یه پروژه جدید بسازم. طبعا همه کاری که میکنیم تو پروژه نهاییمون از سیمیک هم استفاده خواهیم کرد، ولی فعلا من این پروژه رو با خود ویژوال استودیو میسازم. سکرچ پد اینجا تیک هم داره چرا. خب
سلوشن خالی من به اسم اسکرچ بود و یه پروژکت بهش اد میکنم اسم ویسیو کانسول اپلیکیشن به اسم گریتر. گریتر خیلی مهمه که خیلی مهمه که حتما پروژتون تیمتی باشه. خب و به این پروژم یه آیتم جدید یه سی پلاس پلاس فایل اد میکنم به اسم greater main. از موس میکنم زیادی استفاده میکنم دمی که بودم شروع. خب هیچ کار عجیبی نمیخوام انجام بده تا فکر میگم نمیذارم چه هیچ کاری برای من انجام بده. اینجوری زندگی شیرین تره و عقلم سالم تره و همین یه ذره مویی که دارم کمتر میریزم. خب stud cout میخوام استفاده کنیم خودی فلاش میکنه و چرا وایس اپ که انتر رو بزنی و بسته بشه چرا باز نشون پیو بپره بره؟ به خاطر اینکه من با کنترل F5 اجراش کردم و یه فیچر نه نه با کنترل F5 که اجراش میکنی اینو توی رپری اجرا میکنه که اون رپر تهش باز میکنه، یعنی برنامه من توی یه شل باز میکنه برنامه من اجرا میکنه و بعدش حالا پاز که میگم کامند کامل لاین پاز که منتظر میشه پرسونی کیت کانتینیو بشه که من خودم آخر برنامه مجبور شم برنامه رو تغییر بدم فقط به خاطر اینکه وایس یا برم توی کنسول جداگانه اجراش کنم. این فیچر کانوینینس و اگه با F5 معمولی اگه اجراش کنم من الان چرا این کارو کنم آها داره سیمبولش خب دیدی باز شده بسته شده بسته نه این باز شده بسته شده خب من نمیم این پنلینگ بخواد چی بود که دست آمد در طول ویدیوهای آینده یه مقدار زیادی از فرصت وقتمون صرف این خواهد شد که این کار ویندوز رو کشف کنیم و خفشون کنیم. این کامپیوتر خود من نیست، به خاطر همین هم بعضی ستینگاش و بعضی آپشناش هنوز تنظیم نشده، بعضی کانفیگوریشنش. این از ساده ترین پروژه ممکن یه اونایی که سی پلاس پلاس بلدن بد نیست از خودشون یه سوالی بپرسن که سی اوت یه آبجکتیه که توی نیم سپیس استود تعریف شده و طبیعتاً این شیفت لفت این دارم آپریتور شیفت لفت روش فراخوانی میکنم. یه آبجکت دارم از یه نوعی که توی نیمسپیس استد تعریف شده و دارم بهش کاراکتر پوینتر پاس میدم. قاعدتاً این آپریتور شیفت لفت هم توی نیمسپیس استد STD توی اون نیمسپیس تعریف شده. پس چرا من دارم فانکشنش رو بدون اینکه نیمسپیس ذکر کنم دارم فراخوانی میکنم توی هر برنامه هلو ورلد؟ این از اون سوالایی که شاید طبیعتاً برای خیلی‌ها پیش نمیاد ولی اولین بار که براتون پیش بیاد این سوال پیدا کردن جوابش هم خیلی طول نمی‌کشه ولی من بهتون نمیگم اولین باری که این سوال براتون پیش بیاد یه استپ کوچیک دانش سی پلاس پلاستون میره جلو. منتها خب دانش اون قسمتی از زبانه که در عمل برای 98% مردم تو 98% کدا خیلی مهم نیست و پیش نمیاد ولی برای اونایی که به خود زبان و به جزئیات زبان و به مکانیزم استاندارد سازی و گرامر و پارسینگ زبان و چیزا علاقه دارن بد نیست دنبال جواب این سوال که این برنامه چرا کار میکنه. خب این از این پروژه کتابم من برم ستاپ کنم. هر سایتی که من ببینم که فیلتر نیست گفت باشه. خب حرفی سیاسی نواد بزنیم. یوزرنیم من باید
چیه؟ هیچ کس نمیگم. خب امیدوارم که اطلاعات پرسنالی آیدنتیفایر ولی اینجا نباشه. یه ریپوزیتوری جدید درست میکنم، اسمش رو میذارم تلتون بلک نات. خب دیسکریپشن لایسنسشو خودمون می‌سازیم. خودمون می‌سازیم. چیزی نداریم الان ایگنور کنیم. فقط یه ریتمی علی که برامون درست کنیم که ریپوزیتوری خالی نباشه بتونم کلونش کنم. لایسنس MIT رو همیشه دوست داشتم. زیلیب هم لایسنس خوبیه ولی شاید قرار لایسنس subject to change خواهد بود. GPL که نمیخوام استفاده کنم. STL2s لایسنس زیلی ببر همین مشکلی از اون نظر نداریم، محدودیتی نداریم و تنها لایبرری که باشیم میخواییم کرد STL2 خواهد بود. فکر کنم ورژن یکش لایسنسش LGPL بود. حالا برم فعلا من میذارم MIT و کریت میکنم فرستوری ما. طبیعتاً کلونش آدرس کلونش پروژکت کلون من از تورتویز گیت استفاده میکنم ولی خب هیچ اجباری نیست که از تورتویز گیت استفاده کنید، بخاطر اینکه راحته، طبیعتاً راحتی هم برای من خیلی مهمه ولی گیت خط فرمانی طبیعتاً بهتره برای اینکه بفهمید گیت چه اتفاقی توش داره میفته. فعلا من تیم رو اد نمی کنم، بگذارم پسورد هم باید همچه رو ویدیو پسورد هم بزن کیورد هم شما نمی بینید که بتونید پسورد هم در بیرید. بکنم پسورد هر دو هفته یه بار برم کنم برای کلون کردنش. برای پسورد لازم نیست برای پوش کردن لازم خواهد بود. فعلا هیچی توش نیست به جز لایسنس و ریدمی و فکر میکنم که این ویدیو همینجا تمام میشه. آیدیم صحبتی نداریم؟ نه نکته یه چیزی یادم نرفته من بازم تاکید میکنم که این پروژه مهمترین خاصیتش اینه که بازی رو از اول تا آخر می‌نویسیم. درسته که از SDL میخوایم استفاده کنیم ولی اون چیزهایی که SDL در اختیار رو میذاره عملا یه پلتفرم ابسترکت. یه کمی من از وجدان میگیرم به سافت ویر میگم پلتفرم ولی به هر حال یه پلتفرم ابسترکت در اختیارم میذاره، یه نگاهی که خیلی فرقی با سیستم عامل با همون امکاناتی که ویندوینگ سیستم ها و سیستم عامل در اختیارم میذاره نداره، فقط اینترفیسش پورتبل. خیلی خوب این ویدیو اینجا تموم میشه. امیدوارم که ویدیوهای بعدی هم در کار باشه.